آقا بریم. خب آقا میری یه جایی استخدام بشی، گوش بده، میری یه جایی استخدام بشی، طرف میبره پای تابلو میگه آقا عیب ایراد تابلو رو به من رفع کن، یا اصلا به من بگو عیب ایراد تابلو چیه، چه عیب ایرادی داره، درست شو؟ بهش میگی یکی اولا که در تابلو بازه، میگه آقا جون اینجا یه دونه چی لام نداره، یه دونه لام باید چیکار کنیم؟ این هست، درست شو؟ اگرم خیلی کم نور شده بود یه دونه لام جدید میگیری میزه، الان میگم خیلی کم نوره، اگه طرف خود چشم زنی باشه نمیبینه. دوم قفلش خرابه، بعد قفلش چی بشه؟ عوض بشه. سوم اینکه خیلی کثیفه، نگاه کنید بچه‌ها، بعد تمیز بشه. بعدی میایم جلو، نکته بعدی اینکه شیشه های روی فیوز فشنگی شکسته. الان من دستمو بکنم اینجا فرق نمیگیره منو، ولی اونجا بزن برق منو میگیره. آقا یه کلاهی جدید. نکته بعدیش چیه؟ نکته بعدیش اینه که فیوز های فشنگیشو اومدن سیم انداختن توش، یعنی نرفته فیوز بخره، تنبلی کرده. بعد چیکار کنه؟ بره فیوز نگاه کنه، سیم انداخته تو. درست شد؟ این میشه عیب بعدیش. اینم از این. عیب بعدیش چیه که خیلی مهمه؟ بعد اول از همه بهش بگی تمام این سیم هایی که اینجا زده بعد چی بخوره؟ سرسیم بخوره. الان نگاه کن سیم هایی که اینجا زده، نگاه چقدر کثافت کاری کرده. بعد سرسیمه حلقه ای یا گرد بخوره بره زیر پیچ. اینا باید سرسیم لوله ای بخوره یا سوزنی بهش میگن، میزنی میکنی داخل این، اینجا به همین شکل، درست شد؟ اینم نکته بعدی. نکته عیب ایراد بعدی، سیمایی که کرده داخل کلید مینیاتوری لختش معلومه، یعنی زیاد لخت کرده، حالش نداشته چیکار کنه؟ آره بعضی جاها روکش سیم رفته زیر پیچ، این فوق العاده خطرناکه. بعضی موقع شما میرید میبینید اینجا کلید مینیاتوری سیاه شده، نگاه کن اینجا سیاه شده، به خاطر چی؟ به خاطر اینکه روکش سیمو کرده زیر پیچ، آمپر میکشه، کم کم چی میشه؟ اتفاق میفته. روش تست که بهتون گفته بودم دیگه، ماه یک بار، سه هفته یک بار، موقعی که برق وصله دکمه تست میزنی، فرانی میزنی، اگه قطع شد کلید محافظه جان چیه؟ سالم هست. این هم از این خب سیم نون. آها سیم نون هم که بهتون گفتم دیگه، اینجا سرسیم نزده، مثلا از این پیچه ها خالیه، از این پیچه استفاده نکرده، اومده پنج تا رو کرده زیر یه پیچ. خب میتونست دو تا بذاری اینجا، سه تا رو بذاری اینجا، درست شد؟ نگاه کن ارتشه، نگاه کن چقدر کثافت کاری کار کرده اینا. اینم ارتشه، تا بگیر اینجا رو، بله ارتشه، نگاه بکنید بچه‌ها، اومده یه کابشو زده، سیما وله، سیما ارت باید سبز و زرد باشه، حالا اینجا زرد کشیده، این که ایراد داره هیچ، اومده چیکار کرده؟ به این شکل باید قشنگ شینه میزه، مثل همین نول شینه ارت میزه قشنگ مرتب بحث میکرد. آره دیگه اینجا رو گره زد. حالا شما برو عقب، سوال داری بچه بپرسید، شما سوال بپرس. آه یه سوال داریم، چرا فیوز فشنگی اومده بودشه اینجا تو تابلوهای قدیمی؟ یه الان تابلو واسه 12-13 ساله بشه، تو تابلوهای قدیمی بچه ها فیوز فشنگی میذاشتن، الان دیگه نمیذارن، میان یه دونه کلید اتوماتیک سفاز میذارن، یا اگر تابلوش کوچیک باشه یه دونه کلید مینیاتوری سفاز میذارن. اصلی آقا، اصلی دیگه. الان ما اینجا کلید اصلیمون کجاست؟ این یه دونه کلیده که هیچ حفاظتی در مقابل اتصال کوتاه و برق گرفتگی نداره، هیچ دستگاه. آره محافظت ما فقط روی سه تاست که الان هم چی سیم انداخته توش، اصلا هیچ حفاظتی نداره دیگه. آقا الان مثلا سفاز اصلی و مثلا 25 آمپر اینا، سفاز اصلی و 30 آمپر میگیرم برای بالا. اینجا نگاه کن چیکار کرده، اینم ایراد تابلو برق دیگه، اومده اینجا رو یکی از مینیاتوری فرعی رو مثلا برای یه پریز سفاز کارگر اومده 25 آمپر گرفته، ولی اومده فیوز فشنگی اصلی رو شنگ گرفته 16 آمپر گرفته. این بعد دیگه اگر این 25 این بعد حداقل 25 یا باشی باشه 30 آمپر باشه. نکته بعدی کلید مینیاتوریه. نکته بعدی اومده فیوز فشنگیش 16 آمپر گرفته، ولی اومده کلید نشتی جریان یا محافظه جانش رو چند گرفته؟ 40 آمپر گرفته. اصلا درست نیست. اگر این 40 این دیگه باید حداقل باید 32 آمپر باشه، یا باید 40 باشه. خب نکته بعدی هم که بهتون گفتم بودم اینجا نمیشه 30 میلی آمپر. 30 میلی آمپر برای شما بود؟ شما بگو 30 میلی آمپر. آقا وقتی جریان اینکه مثلا اینجا برقا گرسه 10 آمپر میاد داخل، 10 آمپر خارج کرده و 10 آمپر خارج نشد اتصادی میکنم. چقدر؟ آره دیگه اختلاف بین فاز نور اگر بیشتر از 30 میلی آمپر باشه چی میشه؟ میپرش. حالا این کلید این آقا چه آمپر بدیم بالا چی میشه؟ میدی چی دیگه؟ میدی بالا بس میشه دیگه. بس میشه. نه دیگه فیریزا دیگه. آقا چرا صد تا فیوز باشه؟ کجا؟ اینجا؟ اینجا چون که تابلو برق ما سه فاز هست، بس صد تا فیوز فشنگی بذاره.